من بارها عرض کردم خدا رحمت کن مرحوم حادشیخ احمد ما داشتیم نجف آباد طاب الله و سرا و حق گردن ماها خیلی داره، از اغلب طلاب و علمای نجف آباد تقریبا به برکت ایشون آمدن طلبگی. بله ایشون میفرمود که عاشق حسین علی، من گفت عاشق حسین علی، عاشق حسین علی خدا رحم کرده که مردم بی سوادن، از ما آخوندا چیز نمیپرسن، اگر نه بی سوادی ما آخوندا معلوم میشد. این تعبیر بود که ایشون میگه، حالا یه واقعیتی است. اما مردم کم کم زرنگ شدن، حالا هیچی هم نمیگن اما واقعا مردم زرنگ شدن، یه سری مسائل رو میفهمن. بنابراین شما سلام. 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 Are you all matchmakers? Yes. Really? Great. You're surprised? Yes, I'm very surprised. This agency is run by Malike Mogadam, Tehran's most famous matchmaker. So, Miss Mogadam, is everybody here working for you? برای من کار نمی کنم، برای کار، بله برای رضای خدا. این قطع بلند از 65. It's not just in this room, it's packed in the next room as well, full of matchmakers. They work for free. Matchmaking is an age-old tradition in Iran. It's seen as a religious good deed. قطعتون چقدره؟ بله خب لاغرنده هم هستین، چشما مشکی، رنگ پوستم گندمی. دقیقاً پاکسازی اون ارتشیه که باید به ارتش اسلامی بشه و این دقیقاً تقویت ارتشه. و اگر ارتش اسلامی ما بخوایم درست بکنیم، باید این دمل‌های چرکینی که در زمان رژیم در این بدنه به وجود اومده اینها از بین بره و پاک بشه و یک بدن سالم اسلامی برقرار بشه. یک پاسدار جانیه، یک پاسدار اوباش ارازله. Salam. Are you all matchmakers? Yes. Really? Great. You're surprised? Yes, I'm very surprised. This agency is run by Malike Mogadam, Tehran's most famous matchmaker. So, Miss Mogadam, is everybody here working for you? برای من کار نمی کنم، برای کار، بله برای رضای خدا. این قطع بلند از 65. Not just in this room, it's packed in the next room as well, full of matchmakers. They work for free. Matchmaking is an age-old tradition in Iran. It's seen as a religious good deed. قطعتون چقدره؟ بله خب لاغرنده هم هستین، چشما مشکی، رنگ پوستم گندمی. باید من بیدونم شانسنامه داشته باشم که بخونم بفهمم که فردا روز میخوام چی کارشم. من که درس بخونم فردا نتونم کاری برای این کشور خودم بکنم. شناسنامه ندارم، برای کشورم چی کاری میتونم بکنم بدون شناسنامه؟ کجا رو میتونم آباد کنم؟ کمیته امداد کمک کرده؟ نه کمیته امداد میگن که پدر شناسنامه نداره، خودتون شناسنامه نداره، فقط یک مادرتون داره، اونم نمیتونم. فرستادیم زایدان گفتن هیچی نمیتونم بدن، اما هر شده من نمیدونم خرجم بدم. الان میگم کار مدرسه رو بکنم، بعد میگم ضرر میکنم، نمیدونم برم دنبال این که کار کنم. خرج ما کی میده؟ کی به من خرج ما میده؟ کسی رو ندارم. خرجمون دیگه این کمک میکنه، این کمک میکنه، یکی دیگه نمیتونیم خرجمون در بیاریم. اون کاری هم اگر من بتونم بکنم نمیتونم. کاری امسال یعنی جای بوده، کاری بوده که به زور من اون کار میتونستم بکنم. کار سخت بوده، به زور بوده. این ببینین دستام اینجوری از اینجا تاور زده.
نمیتونستم کار کنم. ولی گفتم پدرم پیر است، چند تا برادر دارم، براشون کار میکردم. من اصلا دیگه این جوری بودم که دیگه از خودم بیزاری میشدم. اینجور کار برام سخت بوده. ولی هنوز برای این کار میکردم. دیگه چی کار کنم؟ چند نفر دیگه مثل پرستن تو این دوستان؟ اون آقا هسته. این آقا هسته. بیزنم آقا این بقیه هستم اینجور شناسامه ندارم. اینا هم همه شروع اینجور فقیر هستم. چیزی ندارم. اینا هم شناسامه ندارم؟ نه. یعنی یارانه هم نمیدیم؟ نه یارانه نمیدیم. آه کجا بود؟ اون پسر میبینی؟ اینقدر استعداد داره، اینقدر استعداد داره برای درس خوندن و شناسنامه نداره. همشون مدرسه میره همینجوری، معلم برای ثواب میذاره. همشون همینجوری است. چو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد.